وقتی که یک سراینده وطن سرا هزاران را با زمزمه هایش به جاده وطن داری میکشاند، مثلا سرودهایی که در وصف میهن، چون که شعوری نسل ما باید که چی کنیم بیدار کنیم، خوشبختانه تا جای ما این کار را توانستیم که بکنیم. وقتی که یک سراینده با وجود همه پذیری هنرش از خود خانه نیست، با اون کارهایی که انجام دادم نمیتونم که در اون خانه باشم، یعنی با همین یعنی که کار اجاده خود را به پایان برسانم. وقتی که هنرمند برای معرفی هنرش همیشه با پول احتیاج دارد، اصلا ما در طول عمرم بی پول نبودم، اما همیشه این پول ها را ما در یک راه مصرف میکنم، در راه ایجاد. دوستان به من شوخ‌آمیز میگن که تو هیچ وقت پول نداشتی و اونا ما را درک نمیکنن. اون نفر درک میکنه که او خودش در همین راه است. وقتی که شهرت مناسبت ها را میان دو سراینده تا جای برهم میزند، وقتی آنها مشهور میشوند، وقتی ایجاد میکنند و آهنگ های در این میان زیاد حسودان پیدا می شود، نفرهای زیاده که نمی خواهند. وقتی که هنرمند داشتن جایزه و عنوان های بلند هنری را هوس می کند، ولی برای ما همین سخن مردم هم خودش از همه بالای. وقتی که آوازخوان مخلص چندین نابغه ساحه آوازخوانی هست و صاحب شیوه خاصی سرایندگی خود باقی می ماند، من هزمون روزی نخستین با سبک خودم خواندم، چون که من هیچگاه دیگر نمیتونستم بکنم تقلید بکنم، چون که هیچگاه من نه احمد ظاهر خواهم شد، نه داریوش خواهم بود، یا که موین دیگه و دیگر هنرمندهای بزرگ. وقتی که سراینده از همه خسته شده و رو می آورد به زمزمه های عاشقانه، تار ناله گیتار من توی ملودی محبت من تاری من تو. وقتی که های برنامه نوبتی فرهنگی ذوق رو مهمون امروزه برنامه سراینده نامور میهنی سرا و در عین حال به قول خودشان عاشقانه سرا جعفر جلال مکمل میکنند. خیر مقدم و نخست میخواستیم بگویم که وقتی من در مسنجر از شما حال پرسیدم و درخواست صحبت کردم، شما گفتید که خوب نیستم، زیرا با سبب تنگ دستی و بی پولی نمیتوانم کارهای خود را انجام بدهم. پولداری برای یک آوازخوان یا هنرمند فراگیر چی معنی است؟ شما چی زمانی را یاد میارید که جیبتون از پول سرشار بود؟ اصلا من در طول عمرم بی پول نبودم، اما همیشه این پول ها را من در یک راه مصرف میکنم، در راه ایجاد، در راه کارهای بندگارم. همیشه دوستان به من شوخ‌آمیز میگن که تو هیچ وقت پول نداشتی و اونا مرا درک نمیکنن. اون نفر درک میکنه که او خودش در همین راه است. ما این پول ها را نمیرم برای ریستوران و طربخونه و برای اینا یه لذت بخش های لحظه ها، اما برای ما این هیچ ارزشی نداره. من هر لحظه در فکرم که چگونه این آهنگ من کی کار کنم، کی برم استودیو، کی برم از کجای بچه را پیدا کنم، این نوازنده من کی از خارجه میآید. و چند وقت های اخیر بسیار سر محصول هم بوده، در فیسبوک صورت های خود با نوارهاش میگذاشتید و با وجود این که از بی پولی شکوه میکنید، امی صورت هایی که در فیسبوک پرتاب هم این سرود های پیشین ایمد که نیمکاره در استودیو بودن، خیریت که من پنج سرود من توانیستم که بپرگی آهنگ های ایجاد کردم، اصلا دورانی دانشجوییم بود، اما من اول برو آوردم به سرود های میهن پرستانه. حالی سراپا میگم عشقی بخونم، عشقانم احمد زایر میگه عاشق شده ای دل غم هاد مبارک بود. رو چناری کناری هم من تو تا اول انتظاری هم من و تو، دو چناری کناری هم من و تو تا ابد، انتظاری هم من و تو. گرچه از وصل نیست مژده، بله گرچه از وصل نیست مژده، ولی باز امیدواری هم من و تو، باز امیدواری هم من و تو. در این بازار عطاران مرو هر سو چوبه کاران، به دوکانی کسی بینشین که در دوکان شکر دارد.
ادامه صحبت سراینده نامور جعفر جلال در برنامه فرهنگی ذوق از رادیوی فرهنگ. شما همیشه درباره کارهای بزرگ میگین، تو همی زمانا با فکر خودتون کدوم کار شما بزرگ بود؟ تا جای بعضی کارهای انجام دادهمون فکر میکنم که برای این مردم، برای نسل نوروز تأثیر خیلی مثبت. تا جای ما از همین کارهام رضا است. اگر شما همین امروز سراینده را قطع کنید، بگید که یعنی تمام، من دیگه با سایه هنر مشغول نمیشم، فکر میکنید که میمونید و خودتون معتقد هستید که با آن چی که تا امروز کردید میمونید؟ اینم من نگفتم، اینم مردم گفته است که تو میمونی با این آهنگ هایی که ایجاد کردین. به یک بچه که بدخشانی خیلی خوب گفته بود، اصلا ما میگیم که 100 سال میمونی. اون پسر گفت که اکا جان با این صداتون 150 سال در خاطره ها خواهد مون. اما این مردم به ما میگه، مثلا با اون کارهایی که انجام دادم نمیتونم که در اون خانه باشم، یعنی با همین، یعنی که کار اجاره خود را به پایان برسونم، باید که کارهای به اندازه، یعنی که ماندگار و تاریخی و برای این مردم بسیار مهم. همیشه از کارهای ماندگار و تاریخی یاد میکنین. من چندین مصاحبتون را گوش کردم از رادیو و در تلویزیون، ولی مشخص کمتر میگید که چی کار کردنی هستید که اون کار شما خودتون ماندگار می مثلا سرودهایی که در وصف میهن، چون که شعوری نسل ما باید که چی کنیم بیدار کنیم. خوشبختانه تا جای ما این کار را توانستیم که بکنیم، حالا که این کاری نه تنها ماست، اما ما کاری کردیم تا جای توانستیم که این نسل بیدارتر بکنیم، خودشناستر بکنیم. منظور شما همون چند سرود است که با اون که خوندید؟ با تابیش خوندم، با تالیم خوندم، با نگینه خوندم. این ایجاد است، اثر دزدی نیست. برای که ایجاد بکنی، برای این باید تولد بشوید، برای این صورت باید تربیه بکند. تاثیرگذاری سرود بیشتر از یک اثر بزرگ است. مثلا با این سرود در دوردست‌ترین کنج کنار کشور که میره این سرود ها را میدانند، میخوانند و افتخار میکنند. حتی در خارج از کشور این کارها باید قدر شود، باید که ما تحت نظارت مخصوص قرار بگیریم، چون که در زمان جنگ بزرگ وطنی بزرگترین کمپوزیتوران اون زمان تحت نظارت حکومت شوروی بودند، تحت نظارت و تحت غمخوری آنها قرار داشتن که همه شرایط برایشون مهیا میساختن. یعنی حکومت نیازمندی های خود به آنها نشان میداد همیشه. بله بله، که باید اینها اثرهای بیافرند که مردم به مبارزه ها از سرزمین خود دفاع بکنند و غالبا نتیجه همین همکاری ها بود. همکاری ها بود، بهترین سودها ایجاد شد. کیستم خاری وطن، کیستم خاری وطن، گر نه تو باشی و نه من، چشمی بیداری وطن، چشمی بیداری وطن، گر نه تو باشی و نه من، کیست آسان اگر نیست سری خود بینی هر، کیست آسان اگر نیست سری خود بینی هد، پای دیواری وطن، پای دیواری وطن، گر نه تو باشی و نه من، گر نه تو باشی و نه من، گر نه در این ردیف میخواهم بگویم که چند سرودی که شما با تابیش سراییده بودید، بعضی گپ هایی بود که شما گویا صاحب خونه و بعضی هدیه هایی هم گشتید، یا نه؟ این هنگامه ها همه در بین خلق تمام تا حال طول 15-16 سالی که هست همه جا از ما اینجا سوال میکنند. و خطتون یکم انتظاری داشتید در شب روز همین گونه انتظار ها یکم تشه؟ اصلا من در فکر یکم بار پول و مال ثروت خانه و داروگی نبودیم. ما همه روز در فکر ایجاد خودمون بودیم که ما چیگونه ایجاد میکنیم. حتی من در این باره فکر نمیکردم قدر بکنن یا نکنن پروایی نیست، اگر کمک کنن خیلی خوب، اگر نکنن هم پروایی نیست، مهم که ترا مردم اعتراف میکنن و مردم دوست میدارن. این بالاترین ثروت و داروگی که این آهنگ ها برای من و تابش و طالب و دیگه و دیگر دوستایی بدارن. در خون من غروری نیاگان نفتست، خشم و ستیز روز دمی دستان نفتست، در خون من غروری نیاگان نفتست،
است، خشم و ستیز دوستم دستان نفته است، در تنگ مای سینه حسرت کشیدم، گهواره ای بصیرت مردان نفته بیش و جعفر. همون شب و روزها مخانده مکتب بودیم، بسیار همین نام ها سر زبان بود. تابیش و جعفر مخلصان امروز کمتر میبینند یک جویا، منظورم در کارهای هنری. وقتی آنها مشهور میشوند، وقتی ایجاد میکنند و آهنگ های ماندگار، در این میان زیاد حسودان پیدا میشوند، نفرهای زیاده که نمیخواهند. اما من همیشه در تلاش آن بودم که یک جایه باشیم، همیشه در یک جایگی. وقتی در یک جایگی شخص بزرگتر میشود، مثلا فکرها غایه های گوناگون پیدا میشود. سرودهایی که راجع به میهن خودشناسی است، در یک جایگی شهامت و بزرگیش بیشتر میگردد. چرا ما با هم هستیم، با هم در تماسیم، از همدیگر خبر میگیریم، اما تا جایی که برای کسی لازم بود در کار بود تا که ما را از همدیگر جدا بسازن، اما ما با این جدایی هیچ دل شکستن نشدیم که از کارهای خودمون دست بکشیم. زیادتر بیشتر باز آهنگ ها روی کار آوردم، تابش هم این شونید. بعد از این کارها در تنهایی روی کار خواهد آمد، با تمام رو آوردم با ترانه های عاشقانه، با ترانه هایی که زمانی دانشجویم ایجاد کرده بود. جعفر همیشه از تنهایی میگوید و میخواستم از جعفر بشنویم که تنهایی صاحب چی لذت است. من همیشه تا حال در این تنهایی هم برای روی یک سرودم سالها و روزها و ماها همیشه کار میکردم. اگر امکان میداشتم چقدر بالا اینها کار میکردم، مثلا استودیوی شخصی میداشتیم، امکانیت های پولیمون زیاد میبود که ما استودیوی بزرگ میرفتیم سب میکردیم. همیشه من پایبند و غرق کارهای ایجادی خودم هستم و من میتونم که حالیم چند جوانان دعوت کردم تا با من سرود بخواد که اونا خیلی جوانن، اما من از اونا خواهش کردم، من از اونا خواهش کردم که میخوام با شما سرود بخونم. گفته که اگر من همین امکانیت رو میداشتم و استودیوی شخصی میداشتم و همه چیز در اختیارم میبود، در سمت ترغیب سرود و همش در اختیارم میبود، من کارهای بزرگ میکردم. منظور شما همین بود. آره. همین شب روز از کی کمی انتظاری دارید که میتونه همین خواسته هاتون راه اندازی سازد؟ میدونم که در همین سرزمین خودمون صدها پولدارا و ثروتمندان است، با اونا شیشتم و با اونا در چند جای ها بودم، همه میگن خوبی. بعد از سرودی بازای بهار گلفشان که بازخوانی کرده و بستر ماه، این سرودی بستر ماه خیلی خوب اومد. اون هنرمندای بزرگی که با احمد ظاهری بزرگوار کار کردن سپاسگزاری کردن، اما چرا که اینا هیچ کدوم نمیخواهند تصمیم بگیرن که بیا با جعفر کمک کنه. تنها فکر میکنم که خودم از کجا پیدا کنم. کاش همون گونه نفری پیدا شد که به شما را نابغه نمیدن بیاید. بیاید بکنه که برادر عزیزم باری جای بیمه در اختیار تو در مسئله کورای روشتی هنر. شما تجربه کار در سینما را دارید؟ من خودم هنرمند تئاتر و سینما هستم. میدونم وسیله مشهور شدن در سینما ندیدید که رو آوردید با سرایندگی؟ خیلی میخواستم در سینما نقشای ماندگار بازی کنم. سالهای آخر چند بچه های خوبه هستن که فیلم هاشون برای من پسندن، مثلا محمد ربیع فیلمش خوب بود، این بچه ای که آخران افتابوس فیلمش خوب بود، این بچه ها همی چند کسی را نامبر کردم، اینا بچه های خیلی هم خوب بود. اون زمانی که من میخواستم نقش بیافرم، کینو استودیای ما هیچ ارزشی نداشت و من در یک فیلم تلویزیونی هم بازی کردم. کارگردان های ما با همین وضعیت اقتصادی که داریم همیشه در فکری کار ایجادیشون جوابگری نمیگیرن. عنوان داشتن یا نداشتن در سایه صنعت
صاحب چی لذت های هست. برای من همین سخن مردم هم خودش از همه بالای، حتی عنوانی که برای من پیشنهاد نشید امضاش نگذاشته. هنرمند شایسته تاجیکستان. اما حالی گفتم بعد از این سخن رو میگویم که ما باید که جایزه دولتی استاد رودکی رو میگرفتیم. هر دو من با تابیش هلالی به خاطر 4 سرودی که ما با هم خواندیم و از روی برنامه دولتی سرودی که مورد پسند عموم قرار بگیرد در 5 سال و سزاوار جایزه دولتی میگردد و ما در نامینیسیا میگن سرودهای میهن پرستی و ما اجازه نداد. تا اون وقتی که این جایزه پیشنهاد شد ما پیشبری نمودیم، ما 4 سرود خواندیم. به جز مهر وطن عشق دیگر نیست از اسکندر، سوگندی وطنداری قسم، در خون من غرور نیاگان نهفته است که تمامی سرزمینی فارسی زبانان را به شور آورد، به پا خیزان و آخران که با 4 نفر دوباره میسازمد وطن. یعنی از این برمیاد که شما چند سال پیش بسیار اشتیاق داشتید که به طور رسمی هنرمند شایسته باشه، جایزه داشته باشه. من اینو هیچگاه نمیخواستم. اینا به من استادم التماس کرده بود که تو باید که حتما عنوان داشته باشی، استادم مریم اسرائیل، و وقتی تئاتر کار میکردم گفتم. اما به خاطر جایزه دولتی که این مال حلال ما با تابیش بود، تا وقتی که هست دامنگیرم جایزه استاد رودکی را به ما برگردون. ما را به جرم آینه بودن شکستند، زیرا بروی رنگ تبسم نکرده ایم. ادامه صحبت سراینده نامور جعفر جلال در برنامه فرهنگی زوق از رادیو فرهنگ. با وجود همه این مشکلاتی که ذکر کرده، نمی شود از هنر عاشقانه سرایی شما نپرسید. با وجود اون که شما شیفته مقدس و احمد زایر هستید، ولی باز هم هیچ تقلید در شیوه سرایندگی شما مشاهده نمی شود. شما جعفر جلال هستید. من از نخستین سرودی که خواندم در دانشکده، من با سبک خودم خواندم، با گیتار، با سبک خودم سرودی گلنوره را خواندم. 1986 سال اینم ایجاد کردم. 86 خواندم در 5 مارس سال 1987 که این آنچنان محبوبیت داشت که دیگه در دانشکده تنها همین سرود را میخواند. شبانگاهان تو بودی محتابا، سهرگاهان تو بودی آفتابا، چون کردی فراموش که شبها فراموشم که شبها نمی‌آیی دیگر حتی به خواب. گلناره گلناره دلم رو کردی پاره، رحمه نما بر حالم ترکم کن دوباره. گلناره گلناره دلم رو کردی پاره، رحمه نما بر حالم ترکم کن دوباره. در آینه حیران حسن خیشتنی، زمانه است که هر کس به خود گرفتار است. ادامه صحبت سراینده نامور جعفر جلال در برنامه فرهنگی زوق از رادیو فرهنگ. من هزمون روزی نخستیم با سبک خودم خواندم، چون که من هیچگاه دیگر نمیتونستم با کسی تقلید بکنم، چون که هیچگاه من نه احمد ظاهر خواهم شد، نه داریوش خواهم بود، یا که موین دیگه و دیگر هنرمنده های بزرگ ستیجاد میامیست که ستار عزیز که خوشبختانه من با ستارم واخوردم. من نمیتونستم دیگر باشم، چون که هر کس در جای خودش است. اگر تو ست تقلید بکنی، اما میگن که این همون موین است، نمیشود، نمیتونم به زبون بیارم. مرا یک سرود شما مفتون کرده بود یه وقت در تار تار سین گیتاری من توی همین سرود مرا واقعا در تار تار ناله گیتاری من توی ملودی محبت من تاری من توی
این سرود من خیلی دوست میدارم، اما اینا بازخوانی کردم. نو از سری نو خوندم، اما در همون نوازش، چون که اون نوازش به همتاست. متن این از هارون راون است. از هارون جان است. آره این سرود من زیاد دوست میدارم. من این سرود رو در کویت خوانده بودم. مقبولیش از همون جا بود که امو شب روز خدا از گیتار پای موسیقی با عنوان یک از همین کلمه ها روک از همین کلمه ها با عنوان یک ابزار احساس کمتر کار گرفته میشد، و مخصوصا در سرود. ادامه صحبت سراینده نامور جعفر جلال در برنامه فرهنگی ذوق از رادیو فرهنگ. با قرض ها و با پولی که میباید شما به خونه محصولات خرید در تامین خونه سمتون بگذارید، در سال 2021 چی کارهایی را میخواهید راه اندازی سازید؟ حالا خوشبختانه که فرزندان ما کمی بزرگ شدن، خودشون خوشبختانه ده نفرش کار میکنه، یعنی دانشجو در مسکو است. اینا میگه پدر تو تنها باید که در فکر خودت باشی، این بیماری هست تو کمی، میگه باید که فکر بکنی درباره تنها سلامتی خودت، نه درباره سودات. اما من خوشبختانه اگر خدا با ما امکان دهد در سال 2021 این بیماری را با تمام خداوند بزرگ از این سرزمین دور بسازد، کارهای ما هم خوب شوند. دیگر اینا گفتن که همه را ما خودمون میخریم، تنها در فکر خودت باش. من میخوام همه این پولا را صرف بکنم برای همین ترانه های. یک جان سپاس، بار دیگر خوش آمدید جعفر جان، با شما در این راهی سرمشقت موفقیت میخواییم. سومیان ارجمند، شما برنامه فرهنگ ذوق رو از رادیو فرهنگ شنیدید. مؤلف بختیار رحمانیان، سرفراز باشید. بازا ای بهاری گل افشان، بازا که عهدی ابرو بهاران است، بازا که به تراوتی چشمانت، چشمی تری من است، نباران است، نباران است. بازا ای بهاری گل افشان، بازا که عهدی ابرو بهاران است، بازا که به تراوت چشمانت، چشمی تری من است، نباران است، نباران است. سفیدی حوثایم، شبم که سوز مهری تو رو دارم، در واپسین امیدی نفسهایم، شبم که سوز مهری تو رو دارم، در واپسین امیدی نفسهایم. بازا ای بهاری گل افشانم، بازا که عهدی ابرو بهاران است، بازا که به تراوتی چشمانت، چشمی تری من است، نباران است، نباران است. چکیدنی باران ها، ای نازشی نزاکتی افسان، ای شب نمی سپیدنی روی، ای تازه ترزی خنده ای تیفلان، ای شب نمی سپیدنی روی، ای تازه ترزی خنده ای تیفلان. بازا ای بهاری گل افشانم، بازا که عهدی ابرو بهاران است، بازا که به تراوتی چشمانت، چشمی تری من است، نباران است، نباران است. بازا ای بهاری گل افشانم، بازا که عهدی ابرو بهاران است،
غذا کی به تراوت چشمانت، چشمی تری من است نباران است نباران است.